بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند خالق خوبیها و مهربانیها سلام عزیزان روزتان خوش امیدوار استم که حال همه شما عزیزان خصوصا شاگردای خوب صنف هشتم ما خوب باشه درستان خوب خوب خوانده باشید و با انرژی زیاد نشسته باشید پای ویدیوهای ما که انشالله یک درس جدیدی را یاد بگیرید خوب شاگردای خوب درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشم تا ببینم که شما چقدر درس گذشته یاد گرفتید بعد از اون میریم امروز با یک گروه دیگه از حیوانات فقاریه آشنا میشیم <متصفح> شاگردای خوب سوالات ما را با دقت گوش کنید تا ببینید به چقدر از اینا میتونید جواب درست بدید سوال اول دمای بدن پرندگان چند درجه است خب یک عددی را در جلسه گذشته برای شما گفتم اگه یادتان باشد گفتیم دمای بدن پرندگان چهل درجه سانتیگراد است آفرین به او شاگردهایی که عدد چلا خوب به خاطر سپردن سوال بعدی پرندگان چگونه بدنشان را گرم نگه میداره؟ خب یادتان می گفتیم پرندگان دو نوع پر داره که یک نوعی از این پرها برای حرکت کردن یا همو پرواز و چرخیدن در آسمان هست و یک نوع پرنده پر دیگه که پرهای نازک و نرم بود و تعدادش هم بیشتر بود بدنشان را و سبب گرم نگه داشتن بدنشان میشد خب سوال سوم پرندگان خون سرد هستند یا خون گرم؟ حال دیگه شما باید به راحتی ساله جواب بدین. آفرین به شاگردهایی که گفتن پرندگان جز حیوانات خونگرم هستند. سوال چهارم انواع پر در بدن پرندگان کدام است؟ که جواب ایره در سوال دوم هم گفتم ما دو پر داریم در دا پرندگان یکی پرهایی که نرمن و نقش گرم نگه داشتن بدن داره و دیگری پرهایی که سخت و محکم هست و کشیده تر و بلندترم هست که بیشتر در پرواز کمک میکنه. سوال بعدی پرندگان بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟ خب شاگرده خوب دقت داشته باشین که این سوال سوال مهمی است. اگر از شما پرسان شود که پرندگان در چه چی چیزهایی با یکدیگر متفاوت دارد میگید در اندازه شکل و رنگ با یکدیگر متفاوتند اما اگر سوال کنند بر چه اساسی ما انواع پرندگان طبقه بندی میکنیم بر اساس شکل منقار و پاهایشان که در جلسه گذشته ای را با یکدیگر به طور واضح و مفصل برای شما توضیح دادم و در دا پرندگان مختلف هم اونها را دیدیم و شناختیم خوب شاگردهای خوب رسیدیم به آخرین گروپ از حیوانات فقاریه در جلسات گذشته ما و شما گفتیم که حیوانات فقاریه به پنج گروپ دستبندی می شد گروپ اول ماهیان گروپ دوم زو حیاتین گروپ سوم خزندگان گروپ چهارم پرندگان و آخرین گروپی را که امروز ما و شما می خوانیم و آشنا می شیم با اونها پستانداران هست که انسانها متعلق به همه گروپ از حیوانات فقاریه بود حالا ما و شما ویژگی های بدن یا از لحاظ ساختار بدنشان پستانداران مورد بررسی قرار میدیم ویژگی های عمومیشان میشناسیم و بعد از اون بریم ببینیم که خود گروپ پستانداران به چند گروپ تقسیم میشه و با چند تا از اینها به طور نمونه آشنا شویم خب شاگردای خوب 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 دقت کنید چرا که امروز ما و شما استثناهاتی را میبینیم خب ما در رابطه با ویژگی های بدن پستانداران میخوایم ببینیم که از لحاظ بدن با موجوداتی مثل خزندگان و پرندگان و ما بقیه فقاریه ها چه تفاوتی داره نوزاد بیشتر آنها منظور پستانداران هست نوزاد بیشتر آنها در دوران جنینی در بطن مادر هستند شما دیدیم در جلسات گذشته که خزندگان و زوحیاتین تخم گذار بودند و تخم در بیرون از بدن قرار داشت و دوران جنینی خود طی می کرد و سر از تخم در می آورد حالا بین 15 دوازده تا 21 روز همون دوران جنینی جوجه های اونها در درون تخم طی میشد اما جاندارانی که ما اونها را پستانداران مینامیم نوزاد اینها دوره جنینی خودش در داخل بطن مادر هست حالا بعضی ها دوره جنینی را کامل در بطن مادره، ولی بعضی از اونها نه یک مدتی را هست به دنیا میاد بعد از اون باز در نزدیکی های مادر حیات خود ادامه میده که امروز با اونها آشنا میشیم خلاصه ای که دوران جنینی نوزادان پستانداران مدتی را در بطن مادر سپری می کنن. همه این نوزادان بعد تولد از شیر مادر استفاده می کنند. ما در نکته قبلی در مسئله قبلی گفتیم که بیشتر نوزادان دوران جنینی را در بطن مادر است. چرا که بعضی هایشان دوران که در بطن مادر است کم است. یعنی نارس به دنیا می میایه و بقیه مراحل رشد خود بیرون از بدن مادر طی میکنه اما در این قسمت میگیم همه نوزادان هیچ فرقی نمیکنه که دوران جنینیش کامل در بدن مادر باشه یا نارس به دنیا بیایه همه نوزادان از شیر مادر استفاده میشه خب این رو بدانید شاگردای خوب که ترکیب شیر مادر در بین موجودات مختلف متفاوت هست و مثلا به عنوان نمونه شیر مادر در گاوها شیرین تر از شیر مادر در انسان هست به همین خاطر هست که نوزادان انسان که به دنیا می آید باید در ابتدا حتما از شیر مادر خود استفاده کنند که اگر ما شیر گاو یا گوسفند به اونها بدیم به دلیل اینکه قند لاکتوز موجود در شیر حیوانات بیشتر هست و شیرینتره، ممکنه که نوزادان دیگه تمایلی به خوردن شیر مادر خودشان نداشته باشن خب پستانداران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده در جلسه گذشته یادتان هست گفتیم پرندگان بدنشان از پر پوشیده شده یا خزندگان بدنشان از پولک یا فلس پوشیده شده اما پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده دیگر ویژگی پستانداران قده های شیری هست یعنی اینکه اینها مراحل ابتدایی دوران نوزادی فرزندانشان از بدن مادر از قده های شیری تغذیه می اما مثلا در پرندگان شما دیدید که جوجه ها که از تخم بیرون می آید دیگه والدینی این جوجه ها باید غذا را بیارن یعنی پدر اینها غذا را تهیه کنه مادرشان این غذا را تا حدودی در دهان خودشان می جون و بعد او را به دهن این جوجه ها میدن تا اونها استفاده کنند از بدن مادرشان دیگه تغذیه نمی کنن. پس تغذیه کردن از قده های شیری مادر از ویژگی های منحصر به فرد و خاص پستانداران هست حالا به نظر شما در این اسلاید این شکل ای به ظاهر پرنده چیست و ما ایره چرا اینجا برای شما آوردیم شاگردای خوب یک کم که پیشتر بریم میبینین که خفاش ها یا شپره های چرمی موجوداتی هستند که بظاهر پرنده دیده میشن اما اونها در واقع پستاندار است خب این خفاش ها بنا به دلایلی که داره ویژگی هایی داره و ساختمان بدنش باز اسلاید های پیشتر میخوانیم و یاد میگیریم اما همه قد به یاد داشته باشید که خفاش جزء تنها پرنده ای هست که ما او را پستاندار حساب میکنیم حتما به خاطر از که اینا قدوات شیری داره و به نوزادان خودشان شیر میدهند پستانداران از لحاظ غذا هم با یکدیگر متفاوت است و بر حسب غذای اینها دندانهای اینها هم با یکدیگر فرق میکنه مثلا شما در انسان میبینید سه نوع دندان را دندانهای آسیاب میبینید دندانهای نیش میبینید و دندانهای پیش رو را میبینین که دندانهای پیش رو برای تکه کردن و پارچه کردن یا کندن یک لقمه هست دندانهای نیش برای پاره کردن هست و دندانه های آخر آسیاب یا کرسی برای جویدن است. چون انسان هر سنو دندانه داره بنابراین به عنوان همه چیز خار یاد میشه. اما مثلا در این تصویر شما دندانه های یک گرگ میبینین که نیش های بسیار بلند کشیده و نکتیزه داره به خاطر اینکه که گرگ ها گوشت خار هستند اینا باید تومه خودشان را شکار کنند با نیش خود محکم بگیرند و بدنش را پاره کنند و یا به اصطلاح تکه تکه کنند پس بر حسب نوع قضا نوع دندان فرق داره و بر حسب نوع دندان هر چیزی را نمی خورن پستانداران بعضی ها فقط گوشت خورن، بعضی ها مانند انسان هم گوشت خور هم لف یا به عبارت همه چیز خورن، و در بعضی چهارپایان نظیر گوسفند، گاو، اولاق، بوز و غیره دندانهایشان همه از نوع دندان آسیاب یا کرسی هست چرا که اینا علفخار هستند و باید سبزیجات خوب خوب بجوند چون که دندان کرسی براحتی سبزیجات خوب تکه تکه نمیتانه اینها دارای حازمه دو مرحله هست یعنی اینها علف ها را تا یک مرحله می جوند ای به داخل معده اونها که یک معده چهار قسمتی سیرابی نگاری هزارلا و شیردان میشه که در سنف نو بسیار مفصل با او آشنا میشین با آرق زدن دوباره این علف ها بر می گرده از میری به دهان و مرحله دوم جویدن انجام میشه تا در دو مرحله ای که میره و برمیگرده خوب خوب این علف ها جویده شود و بعد از اون بلعیده میشه و قسمت انتهای مری و بعد وارد امعا یا روده میشه پس بر حسب نوع دندان ای موجودات نوع غذای اینها فرق داشت خب برمیگردیم به این خفاش این خفاش چه جور موجودی هست جالبه بدانید که این خفاش گوشتخوار است یعنی میتونه در یک ساعت هزار و دوصد حشره ای را که به اندازه مگس یا پشه هست شکار کنه و سرعت شکار بالایی داره خب دیدید دیگه خفاش ها در شب وارونه میخوابن یعنی پاهای خودشان قلاب میکنن به یک شاخه درختی یا به سقف یک قاری چرا که اینا دوست دارن در جاهای تاریک و نمناک زندگی کنن ای از علایق خاص و عجیبه ای شپره های چرمی یا ها خفاش ها هستند بیشتر از یک هزار و صد خفاش وجود داره بسیار نکته جالب دیگه بالهای ای خفاش هست که شما میبینین این شپره چرمی ما یا خفاش ما بالهای نسبت به جسته خودشان بالهای بزرگتر و پهنی را داره و هر بال او دارای پرده پرده هست این به خاطر عری هست که خفاش ها که بدن اینها بسیار پوست نازک داره در شب معمولا دمای هوا در شب پایین یعنی شب هوا خنکتر و سردتره اینا وقتی میخوابه هم دو بال خودش به دور بدنشان مانند یک پتو میپیچند و همی کار باعث گرم نگه داشتن اینها میشه خب اینها بیشتر در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی زندگی میکنه یعنی همه تنوع در جاهای دیگه ای مثل آسیا اروپا هم هستن اما ما گفتیم اینا یک هزار خفاش یا شپره چرمی ما و شما در در محیط زیست دا داریم تنوع خفاش ها در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی از سایر جاهای دیگه بیشتر هست خب این خفاش ها به ظاهر پرندگان ترسناکی می اما اینا پرنده نبودن اینا پستاندار بودن به خاطر اینها که اینا بچه زا هستن و به بچه های خودشان بعد از تولد شیر میدهن گوشت که بودن خب در شب بیشتر اینها شکار میکنن و جالب اینه که بینایی اینها در شب کمم میشه پس اینا چگونه در شب شکار میکنن؟ اینها گیرنده های آخذه های حساس به صوت داره صدای موجودات دیگه یا امواجی که از بدن اونها منتشر میشره اینا به راحتی دریافت میکنه و میتونه خیلی راحت اونها را شکار کنه و به عنوان غذا بگیره و بخوره خب پستانداران از نظر مغز هم با سایر موجودات دیگه متفاوت است مثلا وزن مغز در انسان نسبت به جثه خودش در مقایسه با مغز یک تمساح یا کروکودیل نسبت به وزنش خیلی بیشتره یعنی با وجودی که انسان جسه خیلی بزرگی نداره اما جسامت یا مغزش نسبت به سایر موجودات دیگه بیشتر هست که ای به خاطر پیچیدگی ساختمان و سیستم های درونی بدنشان هست این هم از ویژگی‌های های خاص انسان ها و مغزشان که مغز بزرگتری را خب ما پستانداران را بر چه اساسی تقسیم بندی کنیم؟ یادتان هست مایه ها را بر حسب ای که بیلاشه بودن، قذروفی بودن یا استخانی تقسیم بندی کردیم. زوحیاتین را به همین صورت. زوحیاتین ما داشتیم زوحیاتین بدون پا، سیسیلین ها را اگه یادتان باشه، زوحیاتین دمدار، سمندر ها و زوحیاتین بدون دم که بقه ها بود. خزندگان هم به همین صورت ما دسته بندی کردیم و بعد از او رسیدیم به پرندگان که بر اساس پا و منقارشان بود و حالی پستانداران بر چه اساس دستبندی می کنیم. پستانداران بر سه ب... به سه گروپ بزرگ تقسیم میشه. پستانداران تخم گذار. جالب است نه؟ بله امروز با یک نوع پستاندار آشنا میشین که تخم می اما بعد از اینکه نوزادش از تخم بیرون آمد به نوزاد خودش شیر میده. پستانداران کیسه دار که در دا تصویرم عکسش بر شما آوردیم کانگروها و پستانداران جوردار یا جفتدار پستانداران جوردار جفتدار مانند انسان گوسفند گاو الاغ و چارپایان پستاندار توخم مانند همی پلاتیپوس که در پایین تصویرش هم برای شما آوردیم اما ویژگی های اینها چیه مشخصات ها چیه به طور مختصر و کوتاه به اینا اشاره میکنیم خب اول از همه پلاتیپوس ما و شما ببینید. در تصویر شکلش هم میبینیم پلاتیپوس جالب است که یک نوک منقارمانند مانند داره یعنی نوک پلاتیپوس بسیار شبیه نو... نوک اردک ها است خب به خاطر همی است که نوک اینها شباهت به پرندگان داره و چون تخم گذارم هست ما اینا رو میگیم پستانداران تخم گذار یک شباهت دیگه ای هم اگر در شکل از این پلاتیپوس دقت کنید میفهمید که چه شباهت ای به خزندگان داره آفرین به شاگردانی که به پاهای اینا اشاره کردند اینا چهار عدد پا در دو طرف بدن داره به همین خاطر است که اینا شبیه خزندگانه از طرف یک دوم کوچک هم داره که دومشان باز شباهتشان به خزندگان میشه و نوک اینها شباهتشان به پرندگانه اما پلاتیپوس این جاندار تخم میگذاره و بیشتر در خودش در مناطق آبی میره در آب شنا میکنه غذای خودش از آب میگیره هم گیاه خوره و هم از حشرات و موجودات آبزی بسیار کوچک تغذیه میکنه و بر روی تخم خودش میخوابه پلاتیپوس ها ممکنه ده سال عمر کنه اینها حدودا نیم متر قد داره یعنی بزرگی یا جسامت همین پلاتیپوس ها نیم متره وزن اینها دو کیلو پس اینها خیلی کلان یا خیلی بزرگ هم نیستن خب باز اگر دوست داشتید دانستنی ها و شگفتی های دیگه را از پلاتیپوس ها بخوانید باز بریم انشالله خود شما مطالعه کنید پس ما امروز دو تا استثنا را یاد گرفتیم پلاتیپوس که ظاهرش پرنده ماننده ولی پستانداره تخم میذاره چپره چرمی یا خفاش ظاهرش پرنده است ولی جز پستانداران هست چون بچه زایه و به بچه خودش شیر میده خب پستاندار بعدی یک پستاندار کیسه داره که این پستاندار شما در کشور استرالیا زیاد میبینین در فیلم ها و برنامه های مستند و علمی او کانگورو نام داره همه فکر میکنن نماد کشور استرالیا کانگورو اما نشاگردای خوب نماد کشور استرالیا پلاتیپوسه کانگورو هم هست ولی پلاتیپوس نماد کشورشان هست حتی یک را در استرالیا به شکل پلاتیپوس ها ضرب زده یعنی بین خودشان زشت داره و خرید و فروش میشه خب اما در رابطه با کانگوروها همی همه کانگرو را اگه ای شکل شما ببینین و در فیلم و در کتابچه هایی تا خودتان دیده باشید نوزادش را به داخل کیسه ای که در زیر شکم و بین دو پایش قرار داره میگذاره و با خودش ای طرف و طرف میبره کانگوروها دومی بلند داره میبینین یک دومی بلند داره پا دو پای کوتاهتر است گاهی وقتا ما دستم میگیم اینا را. ولی پاهای بلندشان قوی و کشیده و بلنده اینها همراه میرن و هم میتونه بدوه یا بپره گاهی وقتا ارتفاع پرش اینها به نه متر هم میرسه یعنی اینا نه متر هم میتونه به ارتفاع بالا را بپره خب کانگروها نوزادان خودشان به طور نارس به دنیا میارن. یعنی 200 روز یعنی شیش ماه و چند روز نوزادشان و داخل کیسه خودشان حمل میکنن خب ای به خاطر عزیز که این نوزاد اینها نارس هست و هم احتیاج به شیر و غذا داره و هم نمیتونه از خودش در مقابل دشمنانش شفاظت بکنه در نتیجه کانگروهای مادر به داخل کیسه های خودشان قدرت شیری دارند که نوزاد خودشان به داخل کیسه قرار میدن و این نوزادشان اون مدتی که در دا داخل کیسه هست از قده های شیری مادر تغذیه میکنه و از او کیسه به ندرت بیرون میاید در مراحل اول نوزادی هیچ خارج نمیشن اما بعد ها که بزرگتر میشن از داخل کیسه مادر بیرون میان و بلافاصله پس در سر جای خودشان بر میگرده خب بازم اگر دوست داشتید میتونید خود شما کتاب های علمی رو مطالعه کنید و با ویژگی های بیشتر کانگروها و زندگی اونها آشنا شوید اما یک نمونه از پستانداران جوردار یا جفتدار برای شما آوردم که بسیار معروف هست همه شما او رو دیدید میشناسید در زندگی روزمره زیاد حتی با او سر و کار دارید و حتی ممکنه بعضی از شما اونها را در منازل خودتان نگهداری کنید که او همو گوسفند هست خب گوسفند ها جوردار یا جفتدارند ای به چی معناست ای به این معناست که نوزادان اونها دوران جنینی را به طور کامل در بدن مادر طی میکنه و در اون مدت زمانی که در بطن مادر هسته از طریق یک بخش ازولانی به نام جوره یا جفت از بدن مادر تقضیه میکنه که این جوره یا جفت از طریق بندناف به نوزاد یا به جنین اینها وصله و از غذایی که مادر میخوره و استفاده میکنه نوزادان و ببخشید جنین اینها تغذیه میکنه و استفاده میکنه اما بعد از اینکه نوزادها به دنیا آمد این ارتباط بین جنین و جفت یا جوره با مادر قطع میشه و جوره یا جفت جدا میشه و از اون به بعد نوزادان اینها از قده های شیری بدن مادر تغذیه میکنه خب از این حیواناتی ای مانند گاو و گوسان ما و شما استفاده های زیادی میبریم از شیر اونها از گوشت اونها از پشم اونها میدونیم که خیلی چیزا تهیه میکنیم و در زندگی روزمره ما یک حیوان مفید و اهلی اونها را میشناسیم خب شاگردای خوبم انشالله که امروز هم از درس ما خیلی خوشتان آمده باشه و تشویق شده باشید علاقه من شده باشید که برید و کتاب های علمی را بخوانید و شگفتی هایی را که و ناگفته های زیادی را که در زندگی حیوانات وجود داره اونها را بخوانید و اطلاعات عمومی خودتان بالا ببرید درستان هم فراموش نکنید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای یکتا و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما